صحنه‌های رعب‌آور و آخرالزمانی از خشم طبیعت در ایران. یا علی یا علی. زوجی که در شیراز با چنگ و دندان می‌کوشند خود را از کام مرد بیرون بکشند. رهگذران دیگر فیلم نگرفتند تا این زوج را نجات دهند. اما شمار کسانی که قربانی سیل شدند لحظه به لحظه رو به افزایش است. سازمان هلال احمر بارها تذکر داده که هنگام بروز سیل تماشاگر نباشید. توصیه‌ای که بعضی ها تازه جدی گرفتند. هر کس که امسال برای گذران تعطیلات نوروزی راهی شیراز بوده امروز و اینجا پا به فرار گذاشته. فرار فرار. این ویدیوی دیگر از کرانه های شمالی شیراز است و خودروهایی که در دروازه قرآن طعمه سیلاب شدند. نقطه‌ای که از قدیم مسیر عبور سیل بوده و حالا کارشناسان شهری می‌پرسند چرا درباره مسیرهای ورودی سیل از قبل چاره‌اندیشی نشد. وضعیت شیراز بحرانی است، اما فعلا هلال احمر رسما وضعیت اقلیمی خرم‌آباد را بحرانی اعلام کرده. از مسیر خرم‌آباد به پل دختر که شدت سیل تماشاگران و مسافران را غافلگیر کرد تا نقاط مرکزی خرم‌آباد، جریان ویرانگر آب اینجا در چگنی نشان می‌دهد که هر جایی بیرون از خرم‌آباد هم از گزند سیل در امان نمانده. جریان این سیل با شدت به سمت خوزستان نیز حرکت کرده و اینجا ظرفیت سد دز را به حد اکثر رسانده. استاندار خوزستان می‌گوید اوضاع تحت کنترل است و ظرفیت سدها مطلوب، ولی به رغم اطمینان دادن‌های استاندار خوزستان در ساعات اولیه روز، کارشناسان هواشناسی نسبت به بارانی کم سابقه و احتمال تلفات جانی در این استان هشدار دادند. خوزستان تازه یک سیل مخوف را پشت سر گذاشته بود که خسارات فراوانی به کشاورزان و دامداران زد. ولی امروز ساکنان اطراف رودخانه بهمنشیر در خوزستان نگران روزهای آینده هستند. یک توده بزرگ از هوای مرطوب و بارانی در منطقه مشخصا خاک ایران را هدف قرار داده. کشوری که همچنان آسیب دیده خوشسالی است، ولی امروز حتی در سیستان و بلوچستان بارندگی ها آنقدر شدید بوده که نه فقط این بیمارستان در سراوان دچار آب گرفتگی شد، بلکه محور ایران شهر و خیرآباد نیز مسدود شد. یکی از دست کم 25 محور مواصلاتی که به دلیل باران و یا مثل اینجا برف در پیران شهر مسدود شده. این تصاویر از کرج نشان می‌دهد که مردم استان البرز و همینطور تهران که امشب طوفان‌های سختی را پیش بینی می‌کند نمی‌توانند بی تفاوت بمانند. هشدار جدی هواشناسی. مسئولان در تلویزیون ایران با لحنی آرام و خونسرد می‌کوشند به مردم آرامش دهند. اما اینجا در کرمانشاه مردم به اندازه کافی وحشت زدند. زلزله ویرانگر پارسال در سر پل ذهاب حالا جای خود را به بارانی بی امان داده. مردمی که هنوز سرپناه مناسبی پیدا نکردند. ولی تا همین دیروز با دلی بزرگ برای سیلزدگان گیلان و مازندران کمک ارسال می‌کردند. برای مردم گلستان و مازندران سیل یک خاطره نزدیک است. یه موضوع توضیح بدم. رئیس سازمان بازرسی به استان‌های گلستان و مازندران رفته تا دنبال مقصر بگردد. مقصر همه جا در این دو استان یافت می‌شود. اما اگر قرار بر یافتن ریشه های سوء مدیریت باشد، باید امروز به 20 استان دیگر ایرانی سفر کند تا ببیند چقدر بی تدبیری ها باعث این وضعیت شده و چقدر خشم اجتناب ناپذیر طبیعت. سیاوش اردلان، بی بی سی.